به نام خداوند مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک احمد سیدی: با سلام، روز گذشته مشکلات امنیتی که دامنگیر من است با دوستان شریک ساخته بودم که از لطف و محبتشان سپاس گذارم، ولی یک تعداد دوستان گفته بودند که نترسید، خداوند مهربان است. درست است که خداوند مهربان است، اما من میخواهم یک بار دیگر دیدگاه خود را با شما شریک سازم. در حقیقت ادامه زندگی و زنده بودن خودش سراسر پر از درد و مشقت است. من میدانم که در زندگی باید شجاع و دلیر بود. ما زود یا دیر میمیریم، اما زندگی با افتخار و سربلند لذت دیگری دارد. من که 65 سالم است، از مرگ هیچ ترسی ندارم. آمادم هر زمانی که بمیرم، اما مشروط بر این که مرگم در رای وطن آزادی و عدالت خواهی باشد. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. من ترجیح می دهم که در میدان نبرد و در میدان مبارزه بمیرم، ولی مرگ در زیر لحاف و یا این که ناجوان مردانه از عقب ترور شویم برایم سخت دردآور خواهد بود. گرچه از دروز بدین سو خود سانسوری را ترجیح داده خود را در جای محفوظ نگه داشتم، ولی باز هم نزد وجدان خود خجالت نیستم. شاید تا اندازه مسئولیت ایمانی و وجدانی خود را در مقابل وطنم انجام دادم. حالا دیگر از مرگ حراسی ندارم. گاهی با خود میگویم اگر زبانم را قطع کنم و یا دیگر قلمی به دست نگیرم شاید در امان باشم. گاهی میگویم اگر لال می بودم و یا سواد خواندن و نوشتن نداشتم شاید حالا هر لحظه تهدید نمی شدم. اما اگر من دهانم را بدوزم، زبانم را قطع کنم، قلم را بشکنم، چه کسی فریاد بزند صدای بی زبانان را؟ چه کسی بنویسد درد مستمندان و دردمندان را؟ اگر راز بقا سکوت است، من این بقای خفته و خاموش را نمی خواهم. بگذارید با صدای رسا بمیرم. به هر صورت هرچی از در زندگی در جریان است، هر کس می گیرید باید در زندگی برایم بگیرید. بعد از مرگم جشن و شادی و با هم ماتم برپا شود برای من ارزشی ندارد. خلیلزاد، ترور یوسف رشید سزاوار نکوهش است. نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به ترور یوسف رشید می گوید که کسانی که در عقب این حملات تروریستی هستند باید به حسابدهی کشانیده شوند. با گزارش سپوتنیک، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان نگاشته است که ترور یوسف رشید سزاوار نکوهش است. ما آن را محکوم میکنیم. ما همچنان کشتن چندین دکتری که در پل چرخی کار میکردند و ترور فعال حقوق زنان فرشته کوهستانی را تقبیح میکنیم. کسانی که در عقب این عملات تروریستی هستند باید به حسابدهی کشانیده شوند. او افزود که یوسف یک وطن دوستی بود که خود را به بهسازی کشورش وقف نموده بود. او برای ترویج صلح و رفاه کار کرد و شکایت های تمام جوانب را درک می نمود. آقای خلیلزاد تاکید دارد هر جامعه به افراد چون یوسف و فرشته نیاز دارد. آنان به مثابه وجدان جامعه هستند و قلب اجتماع را زنده نگه می دارند. آنها نباید در ترس و عراب باشند یا بدتر از آن کشته شوند. او می افزاید که با این همه خشونت ها زیستن رای زندگی نیست. این سبب ایجاد وهم می شود. وهم آنها را مجبور به ترک میهنشان خواهد کرد. در آن صورت کی برای ترویج حقوق و آزادی ها خواهد ماند؟ این مسیر شکوفایی و رفاه یک جامعه نیست. او اظهار داشت این قتل ها و ترور های هدفمند باید توقف یابد. این کار روند صلح را تهدید می کند. مردم افغانستان صلح می طلبند. آتش بس و توافق سیاسی همچنان نیازهای فوری هستند. من از جوانب مذاکره کننده می خواهم که تلاش هایشان را دو برابر سازند. ما آماده کمک هستیم. قابل یادآوری است که مقام های افغانستان تایید کردند که یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا بامداد چهارشنبه 23 دسامبر 2020 در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شد. او به عنوان رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا و فعال جامعه مدنی فعالیت میکرد. همچنان تا اکنون کدام فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است؟
طالبان در تعریف از نظام اسلامی تا اکنون کوتاه آمدن. اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگویند که طالبان در تعریف از نظام اسلامی تا اکنون کوتاه آمدن و به گونه کلی درباره سیاست و نظام شرعی سخن میزنند و نمیتوانند جزئیات این نظام را شرح دهند. با گزارش سپوتنیک به نقل از تلونیوس، این اعضای هیئت مذاکره کننده میگویند که دیدگاه های طالبان برخلاف گزارش های رسانه های غربی تغییر نکرده است و این گروه در برابر زنان، موسیقی، هنر، انتخابات، آزادی بیان و حقوق بشر دیدگاهی 25 سال پیششان را دارند. حفیظ منصور، عضو این هیئت دولت افغانستان گفت: برداشت من این است که ذهنیت طالبان همان ذهنیت 25 سال قبل است. دیدگاه طالبان نسبت به زن، شیعه، انتخابات، موسیقی، هنر و حقوق بشر هیچ گونه تغییر نکرده است. غلام فاروق مجروح، عضو دیگر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، نیز اظهار داشت: شما وقتی که مطالبات طالبان را ببینید، اینها مطالبات کلان و نابجایی دارند و به این اساس باید با رهبران و همه شخصیت‌های سیاسی نیاز است که مشوره صورت بگیرد. بحث درباره حقوق و آزادی‌های زنان و نیز دیدگاه طالبان به این آزادی‌ها بر بنیاد آموزه‌های دین اسلام نیز در مذاکرات صلح یکی از موضوعات جنجال برانگیز دانسته می شود. فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، اظهار داشت: برداشت که طالبان از تعریف دینی حقوق زنان دارند نوعی است که در حکومتشان ما شاهد بودیم. طالبان نمی خواهند که در این باره پاسخی داشته باشند، اما توافق این گروه به حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته بسیار مهم دانسته می شود. عطا محمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان، بیان داشت: باید در روند صلح انسجام ملی و اجماعی ملی داشته باشیم. این یک نیاز است. و باور اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، مهمترین تفاوت دیدگاه میان دو هیئت در دور دوم مذاکرات نوعیت نظام آینده و توافق با یک آتش بس است. طالبان تأمین آتش بس را پس از توافق به نوعیت نظام میپذیرند، اما هیئت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهد که نخست آتش بس تأمین شود و پس از آن درباره نوعیت نظام آینده بحث ها آغاز شوند. بحث درباره حقوق و آزادی های زنان و نیز دیدگاه طالبان و این آزادی ها بر بنیاد آموزه های دین اسلام نیز در مذاکرات صلح یکی از موضوعات جنجال برانگیز دانسته می شود. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.